دلیل تنهایی چیست استاد جمشید؟ ما بسیار قفاها خوردم از طرف دوستا. کلمه گفت از موت برادری ما ختم شد. با سلام عرض و درود دوست عزیز، امیدوار هستم هر نقطه دنیا که هستین خوب و صحتمند و سر حال بوده و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم سلیم رسولی در یکی از گزارش های متفاوت ما در خدمت شما قرار دارم و امروز آمدیم به سلسله برنامه قبلی ما که به دست نشر سپرده شده بود درباره استاد جمشید و زندگی که دارن، آمدیم از استاد جمشید دیدن بکنیم و امروز در برنامه کارهای متفاوت را از استاد جمشید شاهد خواهد بودیم و من امروز در این برنامه تنها نیستم و ببینین و ما را همراه باشین، ببینین با ما کی است. میریم به طرف کلبه استاد جمشید و از کارهای نوشون دیدن میکنیم. دوست عزیز، وارد کلبه استاد جمشید شدیم و میبینین خودتان که چقدر ظریف کاری شده، عمو تابلوهای را که کشیدن، درباره همهش معلومات میگیریم و ازشون پرسجو میداشته باشیم که زندگی چه قسم میگذره، چه کارهای نو کردن و چه کارها میکنن. سلام و درود خدمت هر دوی تان. استاد بزرگوار خوب هستین؟ ساعت شما خوب؟ شکر، تشکر. سلام به شما، سلام به بیننده شما، سلام به همه دوستایی که داخل و خارج هستن. تقدیم میگم خدا کنه دعای صحت و کامل باشم. دوستان عزیز، اومدیم و نزد همکار عزیز ما، کسی که گفت اومده برنامه تنها نیستم، همراه ما است و امروز قرار است با شما برنامه داشته باشه، با استاد بزرگوار استاد جمشید عزیز که در میان صخره های بلند شهدای صالحین شهر کابل زندگی میکنه و همو ظرافت کاری های خودش را کرده، نقاشی میکنه و سلای هم پرنده داره و همو زندگی تنهایی خودش را بیشتر اهمیت میده نسبت به زندگی مشترک و درباره این موضوعاتشون پرسان میکنیم امروز که دلیلی که فعلا مجرد هستن به اصطلاح عام برای فعلا چرا و تصمیم دارن در آینده یا نه از خودشون بیشتر میپرسیم. سلام مریم جان، خوب هستی؟ سلام به شما و بر کاکو جمشید تنها بر دوست عزیز کاکان است هنوز جوان است. من گفتم مجرد خیر کاکا، حالا من کاکا دارم به خودم، نه مجرد آدم هستم، نه زن گرفتیم نه دختر گرفتیم، کلی کاکا کاکا اونجا میگه زن میگیری تو، پس این خود تصمیم کاکا چی باشه؟ کاکا دیگه رفت کار خراب شد. نه نه مریم جان، اول بیاید کاکا بیاد برای خواستگاری که دختر برام میگیری، بیا اول من بگی اول میگه برای کاکا شد ما رفت بعد خراب شد اون کاکا دیگه به اونجا. اول تر از همه استاد جمشید سلام، برسه به خیر هستی؟ صحتمند هستی؟ زندگی به خیر میگذره؟ گرم و گرم خدا برای کلگی بیننزا و علاقمندای شما، چیزی که کسایی که در خارج و داخل هستن خداوند یارو آرام و خوش داشته باشه و آرزو میکنم خدا صد داره صد باشن دیگه، خوشی خوشحالی میخوایم، آرام خوش باشن، بخیر باش، سلامت. مریم جان سلام در تقدیم که دوست عزیز میبینند، چی گپا چی خبر ها، چطور که امروز همه طرف کلبه استاد جمشید؟ اول سلام تقدیم میکنم بر تمام هموطنان عزیز ما، کسایی که بیننده هستن برنامه ما را میبینن. دیگه امروز اومدیم سراغ کاکا جمشید، باز خفه نشن جمشید جان بگویم، جمشید تنها دیگه اومدیم امروز بشینیم چند دقیقه صحبت داشته باشیم و گرچه یک بار دیگه ما اومده بودیم، خواستیم باز سراغ شب بگیریم دیگه، از حال احوالش بخبر شویم. تشکر. کلبه ای که برتان ساختین، چی قسم فکر ساختنی کلبه را چی وقت کردین، چی قسم ساختین، هر چیز طبیعی افغانستان وقتی میخواین یک خانه استعمار کنین یک بود اقتصادی هم داره، پول از کجا میکنین، زندگیتان چی قسم میگذرانین، کار دارین ندارین؟ این موضوعات هزار دفعه ما وقتی که آمدم داخل افغانستان شدم فکر کنین 20 سال و 22 سال یک عمر است، نه مثل که کاکا هست مال خیر منطقه با کاکا نایمده با خیر صدا کنیم دیگه، خیر مزاق میکنم، من همیشه کش میکنم یک من مزاق میکنم تا که تو دق نباشه، یعنی پروگرام زیق نباشه، تو مزدار باشه، فضای رفیقانه نباشه، دهش هم فضای مرنگی باشه، هم سیاست نباشه، این چیزا من بد میبرم، خوش ندارم، نمیخوام دل باشم، نه علاقمندش هستم. بدل لگی دیگه نه نه من نه دل نمیگیرم. ای دکتر یعنی گپ دیس، ما وقتی که اومدم اینجا لاله قند شیرین فکر کنید 20 سال 22 سال یک عمر است، نه یک مملکت تو زندگی جور میکنی، میخوای اونجا برای خود یک چیز جور کنی، مثلا رفتن یک جای مسافر شدن خود یک سخت کار است، نه وقتی که تو اونجا در وقت 20 سال عمر مثلا
یک عمر است نیک، مثلا یک بچه که تولد میخواد 20 سال میشه، اون 20 سال جوان میشه ورسی میکنه. فکر کنیم ما در 20 سال چه قضاوت کردیم، چه تکلیف کشیدیم. واقعیت بردم بگم من بسیار درد و غم تا به امروز من تیر میکنم. خواهم شد خداوند خود طاقتش میخوام، صبرش میخوام و همیشه کوشش میکنم خدای من تو مرا نشرمونی. همیشه این دعای من دمی دعا من محکم همیشه پشت این دعا هستم و دردا می وقت تعامل میکنم. میفهمم بسیار مشکل است ترانه اینه فکر کنید مریم جان آمدید در آمد مثلا امی بیخی از طلا جور شده باور کنید طاقت ما روز میگم خدا من میگم خدای مرا صبر بدی. فکر کنید یک انسان که همیشه در مردم معاشره بوده، رفت آمد بوده، بیر بارک بوده، تلفن همیشه زنگا بوده، حالا سکن یک دفعه چوب و چوبی میشه سختت نیست؟ سختیست؟ دلیل تنهایی چیست تا جان شد؟ دلیل تنهایی وقت بازان بگویم در اون وقت زمان که ما آمدم ما بسیار قفاقه خوردم از طرف دوستا. قفاقه به معنی که ما سیلی ادبی، سیلی ادبی خوردم بلا دیگه نتانستم از وامو میرم محبت که میخوا خیر گرد کس قفاق ما مجبور شدم یک گوشه را گرفتم. چاره نبود، ما نداشتم چاره. به خاطر انسان غیرتی همیشه کوشش میکنه که دستش بر کس دراز نشه و ما در 20 سالی که تیر کرده باز خدای خود بسیار شکرگزار هستم. اما دوستای ما اونجا هستن و بسیار سربلندی و بسیار خوشی و بسیار جای خوب ما اونجا که از باز نگی کرده بودم. خب من تا او فضا من اینجا که آمد فکر میکنم وطنم از من شاید خوبتر آرامتر باشم. خب من تا باور کنیم من 20 سال اقدر ده که ما اونجا گفتم مسافر یادگه تا بالا ما بودی بخی فراموش کردم من قدر ده که 5 سال من اینجا دیدم. اما او دردا باید شد که من مجبور شدم از مردم از مشوره از همه گی دور شدم و بیام یک کنج کوه را بگیرم. با خاطر که انسان ها از انسان ها ما کمک ندیم غیر درد و زجر و لغت خوردم. باور کنیم فامیل ما که ما قبل نمیزنه میفهم چرا برادر که ما قبل نمیزنه امروز واقع دیگه رو شام میکنم برزن. ما وقتی که اکس های پوسر های مامان برامد ما به بسیار اتیاد ما اگان پوسر های خوده که دخترها بوده ای با مانه نبوده که ما برای افغان هایی رو شو کنیم یا خود نشوان بوده که ما در خارج اینه که دختر هستم. ما دیگه جای کار میکنم به حساب مادلینگ بود میگم نه شو یا اونجا ما همیشه میخواستم خیر گفتم اگر ترس ما یک پیشرفت کردیم اینه میگه که این دیگه اکس ما چاپ شده ما بسیار جرات کردیم انداختیم وقتی دیدیم که برادر سرمک کلمه گفت از ما تو برادری ما ختم شد. فکر کن چقدر یک سنه سخت است نه ما ایرف قربانی دادم ما گفتم خیر یک وقت نه یک وقت شاید قدم رو بپومن. ما فکر کنیم 20 سال 22 سال میشه که برادران گام میزنه واجش چی است واجش که بسام چرا مدلینگ میگم چرا که دخترها استمای عکسای که ما دارم ما مجبور است باید بگیری پوسترا را دیگه به اون شکل چی... کدام کشور زندگی میکنن دوستا جمع شد؟ کشور روسیه رو زندگی میکنم. زبان روسی بلد هستی؟ بلا زبان اون بسیار شیرین و من مزه دم زبان فکر 20 سال عمر ما حالا کم یالا که ما دری گام میزنم پشتو گام بسیار گرنگ میشه بر ما ما در روسی بسیار راحت میشه که بزنم. خب یک سوال که تازه من فعلا نمات باید پرسان کنم. اولین بار که افغانستان آمدین بعد از 20 سال فکر کنم اولین چیزی را که دیدین اولین چیزی که سر خوردین و براتون خوشایند بود چه قسم عزیز میشه باید بگین یک بک بر ما که اولین چیزی که مامان براتون بگم وقت بگم خوشایند برام چیز نبود اما اگه غمگین بود اما دردناک ما وقت میگم من پوت نمیکنم خوشایند چیز نبود ما فکر کنم 22 سال عمرم یعنی به بسیارم تو ناز بسیارم تو دوستایم میفهمم چقدر شیرینی تیر شد از اونا. خو از خدا شکرگزار هستم که نصیب قسمت ما کده یا راه دوستایی بود یک جای بود باور کنید در روسیه زندگی کردم بسیار مشکل است. چطور تصمیم گرفتید؟ بسیار میگم که چطور تصمیم گرفتید که یک بار دفعه تصمیم بعد از 20 25 سال بیاین پس به کشور ما نگرفتم اینو باور کنید ما رو بازور آوردن تا کده آشن در بول اینو ما باور جمع نگم ما بازور ما با به خود بدل خود ما آمدیم فکر می مدل خود آمدیم اینجا تا شدیم با این چهره اقرار کردیم نه ما رو بازور تا کده آشن در پول در کابل اینو باور کنید آش اینترپول که دیگه مردم ها دو اینترپول میکرد من آش اینترپول آمده بودم. چرا دلیل استاد؟ دلیل از این من فکر کنید من آدم آرام نیستم که آرام باشم من میشه کش میکنم در جز از اخو دفاع میکنم مثلا در ناروی ما در اون زندان که بودم من زندانی شدم فکر کنید یا برای دو سال جای دارم پس هم زندانی ساختن ما برای ما گفتم حال گناه ما چی هست که شما به این رقم کدم ما یه تو یک استوم اختیار کنیم به زندانی کنیم تا باقی کنیم بازم وجود بود ما اینا را زیاد گپایت اکزش دادم یعنی گفتم ما کشما کار دارم باز نو مردم بسیار نازک تو ترسو هستن واقعا باز بیچاره ما را که داشت در بول گفت بوزی تی روان کنیم که زبار بر ما قام نشد یعنی مثلا ترس داشتن بود اما باید شده ما تو با دلیل چی زندانی شده؟ با دلیل ازی که ما بر ما اینا واقعا بردم بگویم بازی دادن
برام ما را قبول به حساب کل خانه و جای همه چیز برام دادن، برام گفت تو اوکی شد، تو قبول شد، بر تو همه چیز به حساب مو کیسی که ما داشتم، کیس ما سیاسی بود و به مو حساب برام خانه و جای قبول و حتی خدمتگار برام داده شد. با وقت زمان ما یکم مشکل در روسیه یکم شوخ بودم، گفتم واقعا دیرم پودا میکنم، از من شوخی ها شده بود. باز با ما جواب گفتن که این دوست ما رو برام بودیم نارویج یک دو حالت مان همونجا به حساب که از نوع رابط خوب نداشتن در وقت نه اون رابط شان خراب شده بود، تاره خوشبختی ما بود و از اگر طرف بازل شان صبح ما را گفت چی میگوی ما که بطن مرد دا کنیم باز ما بطن دا کنیم. درباره یکی استاد جمشید نقاشی میکنی، چه قلق ماشی نقاشی میکنی؟ نقاشی ما طول پنج سال در دایی که ما گرفتار شدم افغانستان نقاشی رو بکنیم؟ نقاشی رو ما نه نقاش بودم نه فکر نقاشی در بین ما بود و ما کار عکس و جیتار میگه بسا مادلنگ، وقتی ما عکس های ما کار میکردم اونجا در جایی که ما گذبا بودم به نام موسکوی ستیل برش میگفت مردانه، ستیل مردانه یک کمپانی بود، ما گذبا دو سه عکس کار کردیم بسا درشی کار کردیم برای زوا عکس هایم در فیسبوک میتونم برای بگیریم عکس ها پیج دارد بخاطر که ما فکر کنم از فیسبوک پنج سال دور استم از میدیا، از مردم، از معاشره، یعنی رابط ندارم با اون حالت که ما تکلیف گرفتار شدیم از اون نمیتونم حال برایم بسا اون مردم هر کس فکر میکنه شاید بسا روانی باشه من قومونتم ما دیوانه نیستم، حالت است که زندگی ما را آورده به می درد من این رقم گوشه شدیم. نه خواهش میکنم کس نیفتم دلیلی که مریم جان قند امروز آمدی پیش استاد جمشید دیسر میز چک میرم من میبینم امرای مرچ خلق شده باشه که مرچ اینجا چی میکنم با ما هم سوال خلق شد با دوستا خود تبیز که میشه مرچ هم از چکنی هم دلیلش دلیلش هست که جمشید ما بردن ما دلیلش هم بردن دیگه پروام شما یه نه مرچ خوری یا تابولا ما برای کل افغانای خود شیرین خود میگم کسایی که این پروگرام ما رو میبینه ما را مشخص علاقمنده ما است، کسایی که علاقمند بعد ما میگه او کار خودشون است، ما برای کسی هیچ کس نیت بد ندارم، ما برای افغانای خود میفهمم، ما سرشان بسیار جوی خون میشم فکر کنین این می حالت فضایی که من دارم همه حال ما حالت است که باور کنین این می از غم امی وطنای ما است که بساب که ما میبینم جای چهار دو بغل باور کنین نان خوردن ندارن به بسیار وضعیت خراب گرفتار هستن، ما میشیشتیم لاله قن ما مثلا دو سال که ما کمک کنیم کسایی که ما دارم خیش خواهم ما کلی که نام خدا شکر خدا همه که زندگی خوب دارم پول دار غریب نیستن در افغانستان هستن یا خارج افغانستان هر جای کس خب منطقه ما دست غیرت دارم بشه بر کسی نه کم خدا بردیم و نه دست خدا روز میکنم. تو جمشید درس خواندین؟ درس آقا بردن ما اگه دوام گفتم همیشه گفتم نوتا هشت در کابل خواندیم در پروگرام دیگه تام شاید گفته باشم بله. یا شاید اشتباه کنم بخشش باشه ما تا هشت در افغانستان خواندیم بازش جنگا شد جنگا شدید شد در افغانستان تعلیم و چیزا از بین رفت مجاهدین شد اگه یادتان باشه وقت زمان باز ما رفت مسافر شدیم در پاکستان رفتیم ما در شهر کویته پاکستان پنج سال اونجا بودم باز ما دوازده کل همی سال که بسا چی کردیم در پاکستان ما شازلامه در گرفتم دوازده در پاکستان خلاص کردم و بعد از ما یک دو سال دیگه ما کالج میخوانم کالج به حساب همی به نام آفز افسنالج میگفت ما اونجا با که استاد استادای بسیار هم جای رسیده بودم که از اونا یکی از استادای من به نام جمال شاه نام داشت اونا اکتور بسیار مشهور پاکستان پاکستان بلا واواز خان هم مثلا بسیار یک آدم خوشی را اگه باشین شاید بشنسی شاید ما یعنی شاگردی که از اون کردیم به حساب بسیار جای خوشی را بردم میگم که بگرنه یکی از ما دوست بودیم یک وقت چند وقت ما که از اون بودم ما رفتیم هم بولنه گفتم بگرنه شما باده که نه هر کس بولنه باز برای ما برد میتر این عذاب خیره حالا شما باده بولنه که باز دک خیر یه نه این فکر که بولنه دیر با بیخور سک بیونه سک مشکل نیست ما نه ما سیده خواهی کارت گفته بودم نه نه بسا ما عادیره میتونم بخورم این خوراکی من بولانی گفته بودیم به استاد جمشید بولانی خواسته بود ما آمدیم و همون مواد چیزایی که بود آوردیم که برشان بولانی آماده کنیم چون امکانات نبود و زیاد تلاش کردیم که برشان نمو چیزی که عوض کردن خو خیر باشه این قرض باشه سر ما باز دیگه بار دوباره بگو چه قوخ میشه که مرچ میخوریم این مرچ ما استفولیت میخورم ما باور کنیم بسیار بخیر ما پوت میکردم حال ما پوت نمیکنم ما کس هستم و هستم باید ما گروه بکنم چیری خدا ما همیشه خوش دارم تا آرام کده مرچ نمک واقعا جالب است باور کنه نه با ما بله دنیا میخوایم افغانای ما که هست نباخته یعنی ما باخ نداریم باخ به ما جی با دیسا سپورد یک باش نداریم ما باخ به مردم های که سر ما حمله کردن تاریخ ما میگم
مردم افغان غیرت داره، مردم افغان شامت داره، مردم افغان مثل مرد تان دستان باور که میره برد ما میگه قصه بین اون سال میگم اگر شما تو نمیده تیاره کنم تا میشه اسفا ما دکرین ما بسی میگم زیگو تیاره رو موقع میگیره بارا تو میگم اینی خوش آه جورت شوند آه زیگو نید اونی کسی نمیگم آه ما این مرد بخواهده سی میگم که ما یک دیکورد بر افغانه هم بارم ما در بکس لغت نمیتون دهی میکش میکن بارم هر کسی کمال دار همی کمال خو ما بر دنیا یره واغونم باز واغونم وکاس مر دوزره باز بود بیچاره ده کم داو دوز نامه کی بیچاره تو چرا دی می خو ما بدل خود خوردیم و این مردم که شما بولانی می دادین نه خیر ما دل خوردم بولانی بولانی مرد است تو استاد جان میگه یک سوال تو راستش باور کام یا نه جواب بده تندت نمیکنه کی کمک خودتون میکنه داره قند شیرین سعی کنم ام انسان قوی و من صفات خود نمیکنم من میشه شنیده میگه وقتی انسان قوی باشه و همیشه کوشش میکنه که دردهای خود پات کنه و کوشش کنه طرف مقابل خنده بده و فضا را خوبتر جورتر کنه و بود انسان قوی میگه ما کوشش میکنم که همیشه قوی باشم و کوشش کنم همیشه دوستای خودم ما یک انرژی خوب بده مرشان ما اینه میخوام امیدوار هستم ببینین تصویره قسمی که استاد جمشید ایجاد نام خدا چکنی را شب کردم ایرای مرچام و سال چاشت از برنامه میده چام خالی بود ببینین مریم خورده میتونم اکبر گفتم تست کنیم میشه این مرچا بتون نباشه ما شما را فریب نتا مریم جان تو بخور باش که استاد فریب ما نتی این مرچای خورده را گرفته بله ریکاردش هست کستاندم تندست مریم جان نیست راستیش تندست خیلی تو مرچ خور بخو بخو که برد داد بخو مورم بگیرم نه حال داد بخو بخو ببینیم باش های در چکنی بزنم برو بسم الله کنیگه جدوزی نمیکنم تندست دوسته عزیز وضعیت مریم جان خراب کرد دیگه نه وام صداش مبره یا نه من امروز آمدم در جریان مریم جان عزیز میخواستم رای استاد جمشید یک برنامه داشته باشه ببینه با گفتی خودشان این برنامه به خواست خودشان است به خواست مردم است که ما بر شما تقدیم میکنیم بله که باشم خود ما میخورم اینه به خاطر ای که شعاره کردن که من میخوایم بله که من میخوایم به جهان و با جهان نشان بتم که ما میتونیم یعنی ما افغان ها وقتی خودشان بله دیگه میشنیم از خودشان هم میرم شب کنم کسا نداریم نوششان آلمریز نشد با سرما نشد اگر دیگه دوستای عزیز تا جمشید ما قسمه که در جریان برنامه از چون شنیدم از ولایت های پشتونشین ما هستند و ما خوبتر است از اول ابتدا خبر نبودم امروشان پشتو حرف میزنم نه ما تو میگم زایم تو کوم زایده میدان کار ما زده میدان کار ما دکوم زایده میدان خا نه اول ورده پختو باندې خبری کوم زایده پختو چا خبر نه دی کړی خو زه در سره خبر میکول خو تا نه دی ویلای تر اوسه نه کړم ورو پختونه ما په زو باندې ګور ما تو نه پیګم ماشاءالله ماشاءالله قواره می ګور خو مونتا ما که تعصب نسته ټول یو افغان وو ټول افغان دا خو بدبختی نه چته دین انسان زغه کې د افریقا شي د ما ورندار ما شیرین مور ده ځکه مور مشه د ما ورور خزه توای هغه ما باندې ګران ده ما مشه د دلر نه خیر ما یاري سره تو ګران باندې ګران دي ما کوشش کړم زغه د نزنه سم یعنی ما خدای نه خزه ما نه خفه نسی دومره ما کوشش کوم خو خیر ما غته مور ترام ز ډیر کوم ورته لکه مور غون راته غره خو ما هم د غبرور خاطر غسر ما هم خبر نه لیک ډیر وخت کیږي رازت دغه قسمت په برنامه کې دوستان ته یو خاط جالب خاطره دی وغه شیدا دغه ټول عمر کې سو عمر مو سو کلان دی عمر می والا به وا تذکر اساس په لا ګوره حقیقت قطوه بیا ګوره سه هر پروگرام لغله ما سوال کړ وای لالا عمر چن چن ما له ورو دا یو راز ساده بیا وخت پر خلق دی فکر بودی گوید در سر خم خبر ده دیما پا نظر چه سلویخت نه از خود گوید سر تو گیره پریدی تو موز گیره پریدی پاتو باشی سلوی کلم پونز کلم مانی پده بده نیدی تو شبا که یعنی سلویخت نه نه تو شاید زی پینزش کلم شاید پینزش کلم مسلمان امکان ده یازور بودن پندون دوستا عزیز 25 ساله
زکه اول من پینزش کردن نگه که بازگوه رو و دوستان عزیز میتونیم یک اشاره داشته باشیم، میتونین این قسمت کامرمن عزیز ما بر شما بگیره ببینین امو درشیا امو نکتایی و استاد جمشید عزیز بیا تو درباره امی درشیا درباره امی جاکت و پدلونی چیزایت معلومات بدی. خو خودت دایی بین کوا زندگی میکنی یا چی میکنه اینجا؟ دفتر هم خونه میری؟ نه ای کالا ما دمی یک پندکی دور خورده بود، جمعی گلکار ما بود، کارگر بود، این همه خواست گفت من گفت کالا کار خود میپوشم، گفت والا کار خیره میده قدر نه که این یک چی رقم مرد بگویم یک خاطره است دی ما ایره دهی بان کنه گفتم خوش کشه با خدا بارم یک تصادفی ما ایره قصدن چی نکنیم که شما رو زی کنیم ببینیم ما مردم رو شما بود نه ما ای ده برف افتیده بود ما هر پدلون خود از 300-300 دلار خریدیم از روسیه؟ آه ما کالای ارزان بای نهی پوشم هر کدامش کمپانی شده معلوم است که از کدام کمپانی خریده شده تا نکتایی ما و کمربنده که ما کنده شده و چیشی جا موندگی سک این ما در جیم هست اینجا بردان شما بله این در جیم هست باشه این ما بردان راست بگویم این کمپانی سک بسا بینید میتونم بگویم این کدام هست شاید میخو بفاین این کمپانی بود نیست دارا ما خریدیم صرف اون چیزه که در اینجا معلوم شده دیگه خودم ما روز بخیر ببینیم تو ساز جمع شد امرای میل باسا حتماً بخیر اینو ببینیم ما این به حساب برزوی نقیم برام پاره فکر کن عزیز موت نه الله اکبر یعنی این پاره پاره من دیگه حالا نمرم فکر کن یه آدم ما این رقم میپوشتم به حساب این رقم پاره ما دیگه گشته فکر در روپا ای کشه که پسر که میبینی پدونه که خلطه میشه بس همه جانه فکر کنید دیدی که اون کمپانیز با چی رقم میگشت اونجا بسیار خوب ما آه جاکتا که من این جاکتا که من بارد این هم مادم از کب در یک مغازه خریدیم خودم بیمین کمپانی شم شما میستر شو تا حال دوانسا نبرا آمده و انشاءالله بسیار بخواد باد مبرای یک بپوشی؟ آه مدلن کنید مبرای آدم انشاءالله باد ما کش میکنم یک روز برای نیم ساعت برای یک لباس برای من انشاءالله بود انشاءالله بخیر انشاءالله خب دوستا عزیز ای بود برنامه متفاوتی که از استاد جمشید از مردی که در میان صخره های شهر کابل در شهدای صالحین زندگی میکنه و خواستیم درباره زندگیش معلومات داشته باشیم که در برنامه قبلی هم امرایتان شریک ساختیم و خودتان بیشتر و بهتر دانستین که استاد جمشید چی گونه زندگی میکنه، از کجا شروع کرد و فعلا به چی حالت زندگی میکنه، یعنی مردی که همو مدلینگ را در روسیه فراموخته بود و کار میکرد، امروز آمده در میان صخره های بلند شهدای صالحین به اصطلاح عام یک ملنگ گشته و دلایل خودش را داشت. دیگه در برنامه قبلی هم بیشتر دربارش فهمیدین و امیدوار هستم این برنامه ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه و لذت کافی را برده باشه.